سلام، صبح یا ظهر یا بعد از ظهر یا شبتون بخیر. الان اولین دقایق بامداد یک شنبه 27 سپتامبر 2015، فکر کنم 4 مهر یا یه همچین چیزی اون نزدیکی ها باشه، 1394، ویدیوی پنجم وای پروگرام و ویدیوی پنجم از سری وای ای ال اسمبلی لنگویجمون که داریم دیولپش میکنیم رو دارید میبینید یا گوش میکنید یا هیچی، هر کار دیگه ای که با این ویدیو میتونید بکنید، البته به صورت قانونی. البته منظورم کپی کردن و این چیزا نبود. ویدیوامو من، حالا که فکرشو میکنم، اینم هیچ جا توضیح ندادم، ویدیوامو من تحت لایسنس کریتیو کامنز، یه لایسنس کریتیو کامنز ریلیس میکنم که اجازه هر گونه شیر کردن و کپی کردن رو میده، اجازه دریواتیو ورک رو میده، فقط اتریبیوشن لازم داره فکر میکنم، لایسنسی که من انتخاب کردم برای ویدیو. آره، میتونید فرض کنید که با این ویدیو هر کاری که میخواید بکنید میتونید بکنید، فقط باید منبعش رو ذکر کنید، برای اینکه دلیل خاصی نداره به هر حال. خب، اگر خاطرتون باشه، اگر ویدیو قبلی رو دیده باشید، دیدید که به باگی برخوردیم که پارسرمون درست کار نمی کرد. من از دیروز فکر میکنم بود، یا پریروز، شاید پریروز بوده، از پریروز من کد رو نگاه نکردم، دست بهش نزدم. البته الان میشه پس پریروزشون، 8 دقیقه است که شده 3 روز پیش. بله، کد رو نگاه نکردم. بیشتر میخوام در مورد دیباگ کردن صحبت کنم، اینکه چیکارش میتونیم بکنیم برای اینکه دیباگ کنیم. باگمون حتما باگ ساده خواهد بود، باگ اساسی نیست و مطمئنم که با یه نگاه میشه پیداش کرد. به هر حال، برای اینکه ما بتونیم دیباگ کنیم بهتر، فقط به نگاه کردن اکتفا نکنیم، احتیاج به یه دیباگر داریم. حالا دیباگرمون هم روی ویندوز میتونه ویژوال استودیو باشه، همونطور که کامپایلرمون کامپایلر مایکروسافت. از آی دی ویژوال استودیو من خیلی نمیخوام استفاده کنم، در حالت عادی من این کار رو همیشه میکنم، یعنی همیشه از آیدی ویژوال استودیو استفاده میکنم، ولی این دفعه ترجیح میدم که این ترجیح دادم برای این پروژه به طور خاص که یه ورکفلو جدیدی رو تست کنم. تا حالا پروژه های بزرگ و پیچیده رو من هیچ وقت اینجوری دیولپ نکردم، بدون رو ویندوز حداقل این کار نکردم. لینکس خب ورکفلوش اینجوریه و خیلی راحت تر اینجوری کار میکنه. مطمئن نبودم که ویژوال استودیو هم چقدر اینو ساپورت میکنه. خب، اولین کاری که باید بکنیم اینه که این، اگه خاطرتون باشه، کامند بیلدمون این بود، من میخوام اجازه دیباگ کردن پروژه‌مون رو تو همین استاتیک هست رو توی ویژوال استودیو داشته باشم، یعنی در واقع توانایی‌شو داشته باشم. برای همین اولین کاری که میکنم که به پروژه‌م دیباگ اینفورمیشن اضافه میکنم. فکر کنم قبلا هم بود، شاید اون روز گذاشتم، الان بود این /zi/dbug information اضافه میکنه، جنریت میکنه برای پروژه، که بتونیم یکی از اون چیزایی که جنریت میکنه یه PDBه که تو PDB مپینگ بین سورس کد، فایل سورس و سیمبولایی که توی اگزه هست رو نگهداری میکنه، کامپایلر در واقع جنریت میکنه. حالا اگه خواستید در مورد فرمتش برید بخونید، یعنی که PDB دقیقاً چیه، پروگرام دیتابیس. ولی به هر حال بدونید که من با /zi دیباگ اینفورمیشن جنریت میکنم برای پروژه وقتی بیلدش میکنم، و این اجازه رو من میده که راحت تر توی IDE ویژوال استودیو اینو دیباگ بکنم. الان اگه من دقت کنید که الان چه فایلایی، الان فایل اگزم و اینا رو من پاک کردم، این همین هست فقط فایلایی که الان تو دایرکتوری دارم. من گیت ریپوزیتوری گیت هم درست کردم الان، یعنی اینا رو به ریپوزیتوری اد کردم که چنجامو ترک کنم. این کارو بعد از اول می‌کردم که خب به دلایلی که برام مشخص نیست نکردم، خودم نمیدونم چرا این کار نکردم، احتمالا یادم رفته، دلیلی براش نداشتم. یعنی خب الان اگر بیلد کنم پروژم رو، همونطور که میبینید یه عالمه فایل دیگه هم درست میکنه، همچنان اون فایل اگزه که ما میخواستیم رو درست میکنه، همراهش یه فایل ILK، یه OBJ قبلا هم درست میکرد، و دوتا هم PDB جنریت میکنه. یه PDBش PDBی که برای موقع کامپایل جنریت میکنه، این PDB اصلیه که برای از لینک جنریت میکنه، و این PDB رو قاعدتا ما لازم خواهیم داشت. در بعضی شرایط شما مخصوصا وقتی فایل لایبرری درست کنید، این PDB دیفالتی که برای کامپایل درست میکنه هم لازم دارید، و معمولا بهتره که اسمش V340 نباشه، مطابق کامندای بیلد باید بهش بگه. مهم نیست حالا اینکه این PDB اصلیه که شما لازم دارید، و خب همینا چون توی دایرکتوری ان
در دسترس خواهم بود، یعنی کار خاصی لازم نیست بکنیم. الان من برای اینکه بتونم اگزم توی ویژوال استودیو دیباگ کنم کافیه فقط دیو ای ام وی رو ران کنم که این اگزیکیوتیبل ویژوال استودیو آی دی در واقع ویژوال استودیو و بهش پروژه که میخواد باز کنه رو بدم و اون وجای پروژه بهش اسم فایل اگزم رو میدم. الان این فایل اگزم رو باز کرده. حالا من به دلایلی که باز برام دلیل خیلی چیزا امشب برام مشخص نیست، یکیش اینه که چرا روی این دابل کلیک کردم. خب اگر من الان ساده ترین کار، الان هیچ چی ندارم اینجا دیگه، ساده ترین کاری که میتونم بکنم اینه که F10 رو بزنم. الان دکمه F10 رو خواهم زد، F10 رو بزنم. F10 باعث میشه که من از اول برنامه شروع کنم به استپ با استپ اجرا کردن. وقتی F10 رو بزنم این برای من سورس کد لود میکنه و سیمبولایی که لازم داره لود میکنه و سورس کد پروژه منو شروع میکنه به من نشون دادم. من نمیدونم چرا سولوشن اکسپلوررم رفتم برای وقتی برنامه در حال اجرا دارم سولوشن اکسپلوررم اون بره. خب الان من امیدوارم که این چیزا توی ویدیو دیده بشه. دیده میشه؟ خب اوکی الان لازم داریم. الان اجرا اینجاست دیگه. الان من توی سورس کدم دارم با F10 توش جلو میرم. چیزی که برای من مهمه این فانکشن پارس آل دیگه. پس اینجا F11 میزنم که وارد فانکشن پارس آل بشه. وقتی وارد فانکشن پارس آل میشم این پاپ که برای من مهمه، میرم توی، حالا رفتم تو کانستراکتور رت، F11 زدم حواسم نبود. اومدم واقعا تو کانستراکتور رت. خب وارد پاپ شدم. توی پاپ اول کلیر صدا زدم میشه. کارنت حالا خالی هم، کلیر هم هست، مشکلی نیست. بریم توی با کلیر مشکلی ندارم. نه مشکل ندارم. بذار ببینم املکسر من الان، املکسر رو اگر نگاه کنیم، این خیلی سورس کدم جای زیادی نمیگیره دیگه. املکسر رو اگر نگاه کنیم یه اینپوت داره که اینپوت چه کاری داره، ریپورتر داره و یک کارنت داره. خب باگ من همینجا مشخص شد. من هندل نکردم که استیتمنت سپریتور چند تا داشته باشه. اگر فرض کنید چند تا خط خالی دارم، اینون اگه تو برنامه اگه تو سمپل وای ال هم نگاه کنید، سمپل وای ال کو، سمپل وای ال، یعنی نگاه کنید خط خالی که اول برنامه ندارم، ولی این فایلایی که این خطایی که توشون فقط کامنت وجود داره، خب لکسر من کامنت ها رو میخوره دیگه، میبله. چیزی که از اینا میمونه این اند اف لاینی که تهشون هست. پس دوتا لاینز استیتمنت سپریتور از اینجا میمونه و بعد میریم توی ایدنتیفایر الوک آی. پس من اون استیتمنت سپریتور رو اون اول هندل نکردم. مشکلم هم اینه. پس من اینجا حدس من اینه که مشکلم اینه. ببین اتفاقی که میفته قاعدتا باید باشه که همه این ایفا رو رد میکنه. خط خالی رو چرا من هندل نکردم؟ خب گفتم شاید این نباشه. بذار ببینم اگر استیتمنت سپریتور بود و تایپش اسم سپریتور نبود، اسم سپریتور هست. خب وقتی استیتمنت سپریتوره یکی باید اون استیتمنت سپریتوره رو ببلعه دیگه، درسته؟ یکی باید اون استیتمنت سپریتور رو پاپ کنه در واقع از لکسرم و هیچ کس این کار رو نمی کنه. اگر این مخالفه تو الس این، حالا ببینیم این که چی کار باید بکنم و بعدا نرمش تصمیم میگیرم. خب ویژوال استودیو من اینجا باز باشه، من تو سورس کدم ببینم چی کار باید بکنم. تو سورس کدم حداقل کاری که باید بکنم اینه که یه فکری برای استیتمنت، یه کار بهتری که من فکر میکنم برای استیتمنت سپریتور را میتونم بکنم اینه که اول فانکشن پاپ هر چی استیتمنت سپریتور هست رو بریزم دور، از قبل باقی مونده، از هر جا باقی مونده، میگم while mlexer.current.type مساوی بود با tt
استیتمنت، این مثل معادل اسکیپ کردن از روی وایت اسپیسه که توی لکسر انجام میدادیم. استیتمنت سپریتور اگر این بود املکسر دات پاپ، درسته؟ و اینجا میگم که خب بد نیست این کارم بکنم. چرا این کارم تمو کلیر میکنم بعد چک میکنم؟ این خوبه دیگه. اگر من همه برنامه چیزی که از برنامه باقی مونده چند تا استیتمنت سپریتور باشه، من اونا رو پاپ میکنم و ای او آی هم باعث میشه که از این فانکشن برم بیرون با خوبی و خوشی. حالا فقط برای امتحان بذارید ببینیم که بیلد کنیم و وایل رو اجرا کنیم ببینیم چی میشه. آها خب عالیه. این انتظاریه که داشتیم دیگه. فقط دوتا غلط داریم. آها خب خوبه، دوتا اروری که داریم اتفاق خوبیه، صبر کنید به اونا میرسیم. اینستراکشن همون، بذار فایل سمپل همو باز کنم. الان اتفاق خوبی افتاد، فکر کنم باگمون حداقل فعلا همین یکی بود. تو کدای پارسر باگای زیادی همیشه میمونه، مگر اینکه خیلی ساده باشه و یا خیلی پارسرمون رو فرمال و تمیز و مرتب و این غیر از اینجوری که ما نوشیم، غیر از اد هاک بنویسیم. تو لکسرمون ما خوب نسبتا کار کردیم، ولی تو پارسرمون خیلی اد هاک این کار انجام دیم. تو یه فانکشن همه کار رو کردیم و خب چون اسمبلیمون راحت پارس کردنش، من این کار رو کردم. اگر حتی یه ذره هم پیچیده تر از این باشه، حتی با همین اسمبلی هم که دیدید یه باگی داشتیم که خب واضح نبود و باگای دیگه هم خواهیم داشت، اصلا نگران نباشید، حتما تو پارسمون باگ خواهیم داشت. خب بذار ببینم اصلا چی رو من دارم پرینت میکنم راستی. آها تعداد آرگومنت ها، درسته. اگه لیبل داشته باشم قبل از این ویرگول چاپش میکنم، بعد اینستراکشن رو چاپ میکنم، بعد تعداد پارامتر رو چاپ میکنم. پس رید آی الوک آی داریم، رید آی داریم، پاپ آی داریم با یه پارامتر، پوش ام آی داریم با یه پارامتر، پاپ آی پوش ام آی و پاپ آی داریم، وای پوش ام آی پاپ آی داریم، هرکدوم با یه پارامتر. بعد یه دونه لیبل داریم که روی این لیبل مشکل ایجاد کرد، یه ارور هم اینجاست دیگه، درسته. توی پارس کردنم بعد از اینکه من لیبل ها رو میخونم، لیبل دلیمیتر یا لیبل اندر اون کاراکتر بعدی که وجود داره اونو نمیخونم، اون لکسیم بعدی که هست اون دو نقطه رو نمیخونم. ارور پارسر الان دارم میگیرم، expected end of line instead found دو نقطه. اوکی خط 10 کالم 6 و خط 24 کالم 12، خط 10 کالم 6 که بعد از لوپ آی میشه، دقیقاً این نه قبل لوپ، آره اینجا میشه لوپ میشه، و خط 24 کالم 12 هم که اینجا میشه. خب اینجا نیستیم، اینجا توی سورس کدمون الان باید دو نقطه رو هندل کنیم، درست؟ دو نقطه رو باید درست هندل کنیم. وقتی لیبل رو من میخونم، دقت کنید که اینجا من لیبل رو میخونم، پاپ میکنم، باید دو نقطه بعدیشم پاپ کنم. بعد بگم که اگر اینجا یه ارور دیگه اتفاق میفته دیگه، اگر دو نقطه نباشه اینجا، اگر mlexer.current.type مخالف باشه با tt label delimiter، اگر این بود یه ارور ریپورت کن. اروری که باید ریپورت کنم چیه؟ بزنیم شبیه اینه فعلا. یه ذره من تنبلی میاد که دوباره اینا رو بنویسم. خب ارور شماره رو هم میذارم 22. Expected دو نقطه با instead found یه چیزی خوبه. آره من میتونستم این new report همو با یه فرمت شبیه printf و اینا بنویسم که بهتر راحتر بتونم ارور رامو بدم، ولی خب اینم از اون چیزاییه که الان جاش نیست. اگه یه ذره این طولمونو بخوایم جدیتر و خفن‌تر کنیم اون کارا رو میکنیم، حتما ارور ریپورتینگ درست میذاریم، نه اینجوری ارور اتاک جنریت کردن.
استرینگش رو همینجوری رو هوا جنریت کردن، شماره ایرور رو هم هرچی من دلم خواست بذارم. این همه باید داکیومنت بشه، همه باید ایرور استرینگا باید درست باشه، خود ایرور فرمت ایروری که من میدم باید داکیومنت شده و درست باشه. خب فعلا دارم همینجوری ایرور رو میدم. الان اگر من خب اگر که اینجوری بود، else یعنی چی؟ else یعنی دو نقطه داریم دیگه، اونجایی که باید دو نقطه داریم. و خب وقتی دو نقطه داریم چیکار کن؟ دو نقطه رو پاپ کن به همین راحتی. آره mlexer dot pop دقت کن که ریکاوریمون اینجا در این شرایط، ریکاوریمون وقتی که دو نقطه نداشته باشیم بعد از لیبل، اینه که من انتظار دو نقطه هم نداشته باشم، میذارم پارسم با سیستمی که داشت ادامه پیدا کنه. الان اگه این کد رو اجرا کنم، اون دوتا اروری هم که میگرفتم و دیگه نباید بگیرم. خب ظاهرن چی شد؟ آها داره میگه پی دی بی این یوسه، جلسه دیگر رو ببندم. چرا؟ واقعا اینجوریه. خب زینم سیف کنم. سیف نمی کنمش، سیفش نکنم، ستینگ هم ازم مهم نیست، سیفش نمی کنم فعلا. اگر زیاد و لازم شد برگردیم به ویژوال استودیو، اون وقت یه فکری براش میکنم و سیف میکنم ستینگ هم، یه سلوشنی دارش سیف میکنم. این من نمیدونم این چیه اینجا، من با این ادیتور اصلا آشنا نیستم و اصلا نمیدونم چه خبره. آها فکر میکنم این تعداد تغییرایی که باشه که تو گیت، یعنی برای گیت لازمه، چون گیت درست کردم الان این داره اطلاعات گیت رو اینجا به من میده. ادیتورم، ادیتور اتم، ادیتوری که ازش خوشم اومده، با اینکه یه فیچر خیلی مهمی رو که من زیاد استفاده میکنم نداره یا حداقل به نظر نمیاد داشته باشه، اونم بلاک سلکت عمودیه، ولی من که فعلا راضیم. اون کاری که باید بکنه رو داره میکنه دیگه، ادیتور دیگه. و این خاصیتی که فایل دایرکتوری راحت نشون میده، این بغل خیلی خاصیت خوبیه. یه سری فایلی که مطمئنم کلی کار با این ادیتور میشه کرد که من بلد نیستم و حوصله ندارم یاد بگیرم، برای من مهمه که یه چیزایی که تایپ میکنم رو صفحه بهم نشون بده. فعلا این ازش انتظار دارم و این کارو داره خوب انجام میده. رنگش هم دیفالت توی تیر است، چشام اذیت نمیکنه. خب میخواستیم اینو اجرا کنیم و ببینیم چی میشه. خب این بیلد یاد رو اجرا کنیم و اروری نداریم. 25 تا اینستراکشن خوند و اگر بریم توی سامپلمون میبینیم که 25 تا فایلمون کلا 27 خطه و دو خطش کامنت کامل، برای همین 25 تا اینستراکشن منطقی که خونده باشه. الوک رید پاپ پوش پاپ پوش پاپ لوپ. بسیار خوب. خب این چیزی که الان خونده خیلی ابتداییه، بذارید من این رو هم یه این چیزی که اینجا دارم اصلا لازم نداره کامنت کنم. این چیزی که الان دارم میخونم، این پروگرامی که اینجا دارم درست میکنم، یه رپرزنتیشن خامی از برنامه اسمبلیمه واقعا. پرزنتیشن خیلی خامه. تو مینم بذارید فکر کنیم چه کار باید بکنیم. یکی از کارهایی که باید بکنیم اینه که لیبلامون رو، لیبلایی مثل at loop و at after loop، این دوتا لیبل رو جاشون رو داشته باشیم. یعنی جاشون رو نگه دارم که وقتی که این instruction های اینجوری رو میبینم بتونم جنریت کنم که به کجا باید جامپ انجام بدم یا کدوم وری باید برم. به خاطر همین من احتیاج به، و دقت کنید که برخلاف زبونی مثل سی، توی زبون سی برای فانکشن کالا لازمه حتما قبل از اینکه فانکشن کال انجام بشه یا اصلا به اسم اون فانکشن ریفر بدیم یا فراخوانیش کنیم، حتما با دکلرش کرده باشیم. تو اسمبلی قبل از اینکه، توی این اسمبلی ما حداقل، خیلی از اسمبلی ها اینجوریه، همه اسمبلی هایی که من میشناسم اینجوریه بدون استثنا، همه اونایی که تو ذهن من هست الان اینجوریه، اون
نمیدونم چند تا زبان اسمبلی من بلدم، اون 7 8 10 تا زبان اسمبلی که من باشون آشنا هم، همشون اینجوری کار میکنن که من لازم نیست این لیبل رو قبلش تعریف کرده باشم، واسه نمیتونم این کار کرده باشم دیگه. یه دفعه میگم جام کن به یه همچین لیبلی و این لیبل احتمالاً یه جایی بعدش پدیدار خواهد شد و اگرم پدیدار نشه خب دیگه مشکل منه، مشکل برنامه نویسه و بهم ارور میده. پس این یکی از اون چیزاییه که باید فیکس اپ لیبل ها رو باید حتما انجام بدیم. منتها تا وقتی که من شروع نکنم به اینستراکشن هامو انکود کردن و طولاشون اگه متغیر باشه، طولشون یکسان باشه، هرچی، هنوز نمیدونم که این مثلا افتر لوپ دقیقاً کجای برنامه خواهد بود. دقت کنید که ما کاری که میکنیم به عنوان یه توضیح همینجوری اون بغل، کاری که میکنیم اینه که این جامپ رو تبدیل میکنیم به یه جامپ ریلیتیو، یه جامپ بر اساس آفست. مثلا این اینستراکشن رو وقتی من میخوام انکود کنم، انکود میکنم که این اینستراکشن چیه و تارگت جامپش چند بایت جلوتر یا عقبتر یا هرچی. خب پس من باید بدونم که اینستراکشن هایی که بین اینا قرار میگیرن اندازه هر کدوم دقیقاً چند بایته، که بتونم بگم مثلا وقتی JILE مثلا فرض کنید خودش میشه کدش 27 هگز و این فاصلش هست 30 بایت، پس میگم یه بایت کد این اینستراکشن، آپ کد اینستراکشن رو جنریت میکنم و یه بایت هم یا حالا هر چند بایت که لازم دارم برای آفست جامپی که باید انجام بدم که مثبت 30 بایت جامپ کن به جلو، یا این جامپ لوپ مثلا مثبت 32 بایت جامپ کن به عقب جامپ کن، یا 34 بایت جامپ کن به عقب، مثلا یه همچین چیزی میشه منهای 34 بایت جامپ کن، میشه اینجوری. پس بعد دقیقاً بدونم که اینستراکشن چند بایت. غیر از اون فعلا کار خاصی یعنی بقیهش اسمبل کردنش خیلی کار سختی نیست. این که من یکی یکی اینستراکشن رو نگاه میکنم و دقیقاً کدی که لازمه رو میذارم جاشون. زبان اسمبلی ما یه سری چک های اضافه هم باید انجام بده. مثلا وقتی پاپ آی ان میکنم، پاپ آی یعنی اینتجر پاپ کن دیگه، باید حتما این ان اینتجر باشه، قبلا با الوک آی تعریف شده باشه، یعنی اولا ان اسمش وجود داشته باشه، دوم اینکه ان حتما باید اینتجر باشه، یا هر چی کار اینجوری که انجام میدم، یا مثلا همین که اصلا این تارگت جامپ هم وجود دارن یا نه مثلا، یا مثلا اگر این چیزی الوکیت شده ولی فری نشده میتونیم ارور بدیم، متغیری الوکیت شده ولی فری نشده باشه. خب من فکر کنم ولی این کارو باید بذاریم برای جلسه بعد. فعلا این باگمون رو برطرف کردیم. من یه ویدیو کوتاه می‌خواستم بگیرم که توش فقط باگمو 22 دقیقه شده باگمو برطرف کرده باشم و این کار رو فکر میکنم که انجام دادم. الان خروجی برنامه‌مون این شکلیه که وقتی بیلد میکنیم و بعد اجراش کنیم، الان فقط میگه که چند تا اینستراکشن داشتیم و اگه اروری داشته باشیم ارور رو می‌نویسه. اون اطلاعات اون پروگرام اون زیر تولید شده به هر حال، اون دیتا استراکچر پروگرام. از روی این باید یه کار دیگه بکنیم، یه دیتا استراکچر دیگه بسازیم که اون داخلش واقعا اینستراکشن ها باشن و انکد شده اینستراکشن ها باشن و بینشون بشه جامپ کرد یا هر چیز. توی مایه حالا در مورد اون صحبت میکنم تو ویدیوهای بعدی. یه کار کوچیک دیگه میخوام انجام بدم. آها، میخوام این فایل ها رو از توی این از این وضعیت بد در بیارم. همونطور که میبینید همه رو من پخش کردم به بزن اینم، حالا هر وقت مشکل شد هندلش میکنم. فعلا خداحافظ و شب بخیر.